واقعیت نداشت. یک مشکل عمده‌ای را که با او روبرو هستی معلومات نادرست و معلوماتی که قصدن و عمدن به خاطر افزایش تشنج و به خاطر مکدر ساختن از خانه عامه پخش میشه سخت سبب تاسف و نگرانی ماست. با اجازه جناب معاون صاحب باز هم باید تاکید کنم و هشدار بتم با اونایی که تلاش دارن به خاطر اهداف نامشروع سیاسی از این بحران به نفع خود استفاده بکنن. به هر جانبی که این افراد تعلق دارن اینا باید صادقانه به خاطر حیات مردم خود بیاندیشن، نه به خاطر منافع کوچک سیاسی خود که او را میخواین بر بنیاد از این بحران توسعه بدن. در بحران کنونی ما مردم معصوم داریم که خسارمند شد. اونایی که حق و حقوق دارن، حق و حقوقشان باید مورد احترام قرار بگیره، اما از رای قانون. اونایی که تلاش دارن قانون به دست خود بگیرن و به مردم مسلمان رنج دیده و معصوم ما تجاوز کنن سخت مورد ملامت ما و تقبیح قرار دارن و باید متوقف ساخته شود. تشکر. خیلی تشکر وزیر داخله و دوستا. در این حکم جناب رئیس جمهور همطور که وزیر داخله یادآور شد، دوستا ما زیاد با دوستای کوچی صحبت داشتیم در طول مدت، در مسابقه قبلی هم یادآور شدم، مردم دیر که کاملا خواستش نظریاتش میدونستیم و میدونیم. متاسفانه واقعی که پیش آمد روز سه‌شنبه که ما در منطقه رفتیم، در منطقه یک تکه وحشت، بیباوری، بحران، دست به کوچ زدنهایی بود که من یقین دارم که مردم دیگه چه در ولسوالی اول بیسود چه در مرکز بیسود میدانند که چه وضع حاکم بود. و بعد از رفتن هیئت که ما در خدمت وزیر صاحب داخله لوی درستیس بودیم، با این فیصله یک آرامش خوبی به وجود آمد. خوشحال هستیم که هر زمان میگذره یه آرامش محکم تر میشه، ولی این مسکن بود در این منطقه. صحبت اصلی که داشتیم با دوستای کوچیک و مردم دی خواستش ایست که باید یک جبران خساره شد. خساره بسیار بزرگی به هر دو طرف هست، یکی از نگاه علفچه و یکی هم از نگاهی خرابی خانه و زراعت و کشت و کار و همش. ای در اینجا ما بر اساس حکم جناب رئیس جمهور دولت مکلف است به پرداختش که خیلی مورد رضایت دو طرف هم خواهد، ولی رای حل بنیادی و اساسی که در رابطه با مسئله کوچه هایی که در علفچرهای آزارجات داشتن و مورد منازعه با مردم بود، تمام بحث ها و تحلیل هایی که بود هم با خود کوچه ها هم با مردم دید، اسکان کوچی که خوشبختانه سه سال قبل، یعنی همطور که تاریخ ها مشخص بود، هم شورای وزیران فیصله کرده بود، هم جناب رئیس احکام چندانگانی را داده بود، ولی تعلل در اجرا بود، در تطبیق بود، با ضعفایی که وجود داره ما در مسابقه قبلی هم یاد آورد. ولی این بار همطور که رئیس در حکمشان بسیار با صراحت یاد آورد شده، به هیچ وجه تعلل در توزیع زمین و اسکان کوچی قابل قبول نیست، چون که تنها رای حل بنیادی و اصولی و اساسی هم از دید مردم کوچی هم از دید مردم ده اسکان کوچی و توزیع زمین به مردم کوچی است که یک گام کلان برداشته شده. و اینم باید یادآور شد که پدیده کوچی و کوچیگری دستاورد این نظام نبوده و نیست. ما میراثداری حکومات گذشته چندین دهه هستیم که به ما از گذشته ها رسیده. حل از این کاری
سخت و دشواری بود و امروز اولین گامی در جهت تطبیق جدی این طرح که باید زمین به کوچه ها توزیع شود و کوچه ها اسکان پیدا کنند که مایه مسرت کوچی است که من در مصاحبه قبلی خودم تأکید کردم و همیش گفته باید به ما حتی در همین دای مرداد که رفتیم بسیار با صراحت گفت که ما دولت با ما زمین بده ما را اسکان بده ما بسیار خوشحال هستیم این ما میخواییم از دولت و هم مردم دی یارزویش است. خوشحال هستم که امروز با حکم رئیس جمهور با عزمی که در دولت افغانستان وجود داره و تطبیق حکم که حد اکثر تا 3 ماه را باید جنبه عملی بگیره یعنی آغاز شبکه حد اکثر و الا تلاش ما بریست که 1 ماه بعد هم این کار آغاز شد ولی حد اکثر کمیسیون موظف در توزیع زمین تا 3 ماه را مهلت داده شده و هیچ گونه تعلل و تأخیری هم در فرمان و حکم رئیس جمهور قابل توجیه نخواهد بود و این گام کلانی که برداشته شده که مایه مسرت مردم دی هست و مایه مسرت مردم کوچی ما به هر دو مردم هم مردم کوچی و هم مردم دی از همین تریبون تبریک میگم راه حل اصولی و اساسی که با مایه خوشحالی هر دو طرف است امیدوار هستم همطور عرض کردم از گذشته ها به ما رسیده با مدیریت بسیار خردمندانه پروسه باید پیاده شد من از همه جوانب خواهش میکنم که نکنن کاری که این پروسه که احتیاج به مدیریت بسیار عقلانی داره این ضربه بخوره و هر نوع سکتگی که در این پروسه بر اساس اکثر حرکت ها پیش بیاید مسئول همون طرف ها خواهد از هر طرفی که باشه ما مصمم هستیم که طرح بنیادی رو پیاده کنیم که انشاءالله پیاده خواهیم کرد و ما بار دیگر به مردم دی که آرزوی همیشگیش بود و مردم کوچی که آرزوی اصلیش بود تبریک میگن و الان در خدمت شما است. نام خدا دست بالا میشه که کدام بگی اگر از پیش سب بگی دست اول از این گوشه برداشته شد اینا از کجا ابدا ساوردن؟ آیا اینا در پروسه دایاق اینا شامل نبودن؟ اگر شامل بودن اسلحه ها که در اختیار اینا هستن و خجوم بودن در مناطق مسکونی دست و تخریب تخریب منازل و کشتار مردم دارن در این مورد نخواستم به شما اعتراض کنم با وجود از این که روند تحقیقات ادامه دارم فقط چیزی را که ما میتونیم در مرحله حاضر بگوییم هر دو طرف اسلحه داشتن و هر دو طرف از اسلحه کار کرد که جای نهایت تاسف و نگرانی است سوالی است که اسلحه را به کدام عمل و جواز داشتن طبعا قانون کشور ما بر اونایی که به خاطر دفاع از خود اسلحه را میخواهند داشته باشند جواز میده ما چنین جواز را از بر مردم خود از وزارت داخله صادر کردیم و در سطح ولایات چنین جواز از طرف والیا و با تایید کمیسیون و شورای امنیتی ولایت داده میشه در پروسی تحقیق باید تثبیت شبکه های ای سلاحی بوده که جواز داشته و یا سلاحی بوده که از جای دیگی به دست آمده و مورد استفاده قرار گرفته سلاح سقیلی که مورد استفاده قرار گرفته هیچگاه جواز نداشته چون به اصلی سقیل جواز داده نمیشه بنابراین حدس و گمان مایی است که یک مقدار از این اسلحه طبعا اسلحه کاملا غیر قانونی است قسمت دوم مسئله ای است ولو اگر این اسلحه قانونی هم باشد استعمالش به هیچ وجه در چنین مورد جواز نداشت هموطنان